ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان. این طرف هم آقای دکتر حسین نصر و آقای قطبی نشسته بود. آقای رضا قطبی. رضا قطبی نشسته بود. علازت این نطق رو خوندن، یعنی نگاه کردن اینا، بعد این نطق رو انداختن جلو من رو میز، نگاه کردن به این دوتا آقایون و گفتن که من نباید این حرفا رو بزنم. من نباید این حرفا رو بزنم. چی من بگم؟ ایران خدای نخواسته و عمرم دیدارم 30 دفعه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت همونطوری که گالیله گفت هر چی میخواد بگید زمین میچرخه، خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه، هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم. با درود فراوان به شما تماشاگر برنامه کوچ ایرانیان هستید. به سالگرد انقلاب اسلامی نزدیک میشویم و خاطرات ناخوشایند این دگرگونی که همراه با جان باختن آزاد مردان ایران است ما را به 35 سال پیش میکشاند. واقعیت هم این است که گذشت این 35 سال و شناخت امروز ما از حکومتی که به نام الله در کشور ما حاکم شد، چشم ما را به آنچه که بر ما گذشته کاملا باز میکند. عدل الهی با چهره جدا از آنچه ما در رژیم گذشته از عدل خدا می شناختیم و فساد وحشتناک گسترده امروز در مقابله با فسادی که ما در رژیم گذشته به آن معترض بودیم، همه و همه نشان از آن دارد که بدون شک ملتی از 36 سال پیش به دام اهریمنی پیشبینی نشده افتاده است و تمام تئوری های آن زمان که ایدئال های دوران مدرنیته را در برداشت باطل از آب در آمد. حتی لغاتی مانند دیو و فرشته رنگ باختن. یعنی امروز به وضوح میبینیم شعار دیو چو بیرون رود فرشته در آید، جای دیو و فرشته کاملا تغییر کرده. آیا خمینی فرشته بود؟ بدون شک نه. آیا شاه دیو بود؟ به هیچ وجه. قبول کنیم به همین ترتیب فرهنگ ما نیز وارونه شده است. اگر رژیم میگوید عدل الهی، میدانید که منظور از دار زدن و زندان و شکنجه و اسید پاشی است. حالا اگر از خشم الهی صحبت می کنند یا شعارهای مانند اسرائیلی ها را به دریا می ریزیم، یعنی هیچی، یعنی شعار برای حفظ مقام. آمریکا از ما می ترسد، یعنی بدون شک اگر آمریکا به ما حمله کند، ما مانند صدام حسین در سوراخ موش قایم می شویم. امیدوارم شما هم به این نتیجه رسیده باشید. هفته آینده می نشینیم پاس صحبت دکتر محسن سازگارا که همه این دگرگونی تاریخی را لازم تشخیص میداد و از آن به نام زایمان یاد میکند. زایمانی که ما چند میلیون مهاجر و کوچکننده ایرانی در مراحل اولیه‌اش هستیم و شاید این ناراحتی ما حتی درد زایمان هم به حساب نیاید، چون معتقد است که درد این زایمان تاریخی در راه است. ذره بریم عقب‌تر. درسته ایران پیشتاز شد تو منطقه، ولی در تحلیل نهایی این زایمانی است که داره دنیای اسلام میکنه برای ورود به مدرنیته. دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. این زایمان ببینید هنوز دردناکه، هنوز داعش توش متولد میشه، طالبان متولد. اخوان المسلمین مصر رو هیچ کی باور نمیکرد بعد از 80 سال حزب اینقدر احمق باشه. هنوز اردوغان بعد از 60 سال سکولاریسم در ترکیه داره میره به سمتی که برش گردونه. این ماجرا، این زایمان در واقع به نظر من هنوز سرش به بالین آسایش نرفته. به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد انقلاب و نخست وزیری شادروان دکتر شاپور بختیار در آن دوران، بگذارید به برداشت او از این دگرگونی بپردازیم و اینکه دموکرات بودن چه پرنسیپ هایی دارد. دکتر بختیار.
پس من آخرین سوال خودم رو مطرح میکنم آقای دکتر بختیار، و اون اینی که در نظر بگیرید که زمان برگرده به سال 57، یعنی همون دورانی که شما نخست وزیر بودید در ایران و خمینی قصد بازگشت داشت، اگر این دوباره تکرار بشه، سوال من اینه که آیا شما دوباره همون اعمال دموکراتیک رو انجام میدید که اون زمان انجام دادید، یا اینکه کار دیگه خواهید کرد؟ من معتقد هستم که آدم فرصت طلب و اپورتونیست با آدم اصولی همین فرق داره. یک اصولی است که باید در ایران پیاده بشه و اون دموکراسی است. نداشتن دموکراسی مردم را وادار کرد که به یه شیادی مثل خمینی گوش بدهند. اگر به من هم فرصت داده بودند، به ما فرصت داده بودند، به مردم ایران آزادی حداقل داده بودند، کسی گوش به خمینی فرا نمیداد. مردم ایران به حساب نیامدن، یعنی رأی ملت، حتی الیت ملت، برگزیدگان ملت به حساب نمیآمد. از این جهت من با علم و اطلاع این که روزهای اول بسیار دشوار خواهد بود و خشونت شاید متاسفانه لازم باشه، ایران تکرار میکنم متاسفانه، ولی از همان روز اول باید قدم‌های در جهت دموکراسی، یعنی شرکت دادن مردم در اداره مملکت داده بشه. هر کس این کار را عملاً، نمی‌خوام بگم اشخاصی که جنایتکار بودن در ایران و حالا همه سوسیال دموکرات شدند در خیابان شانزلیزه یا در هایت پارک لندن یا در همون طرف‌های لس آنجلس شما که متأسفانه همه اشخاصی اونجا هستند، ایرانیان دموکراتی نیستند، حتی ضد دموکراسی هم هستند. داریم. متاسفانه. در هر صورت اون چرا که بنده میخواستم عرض بکنم، اگر 100 مرتبه من برگردم به ایران خدای نخواسته و عمرم میدارم 30 دقیقه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت همونطوری که گالیله گفت هر چی میخواد بگید زمین میچرخه، خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه، هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم، ولی باید شروع کرد از یک روز و از یک جا. و این را من دارم که از کجا شروع کنم. هیچ لزومی نداره که روز اول ما انتخابات آزاد سراسر ایران هم محال بیدم، بچه که نباید باشه، نه، ولی میشه دهات رو آزاد گذاشت که کت خدا داشته باشن، که سازمان امنیت نیاد بگه فرمودن ایشونن، حاج من جعفر یا حاج من باقر هر کی میخواد باشه باشه، به من و شما چه تأثیری داری که این باشه یا او باشه؟ بایستی به مردم آزادی بیان داد، اما باز آزادی کلاشینکوف خیر، آزادی کوکتل مولوتوف خیر، آزادی ساختن بمب خیر، آزادی بیان، آزادی تشکیلات سیاسی در چارچوب قانون. ولی این کار باید کرد و این عمل اگر نشه دوباره در اختفاست و همون بازیه که پیدا شد. یه دهی که مأیوس شدند وقتی که این درها همه بسته شد و این دود توی اتاق پیچید، شما از پنجره خودتون بیرون میاندازید. پس معتقد به این نیستید که اگر خلاف اون شما انجام داده بودید پیشگیری میشد از اینکه ملایان قدرت رو به دست بگیرن؟ من تعجب میکنم تمام دستگاه ایران، تمام فلج بود، تمام اعتصاب بود، تمام ارگانهای مملکت ما به حالتی در آمده بود که اصلا قابل تصور نیست برای شما بعد از 7 سال. فقط یه آدمی چهار کنم، شاید لغت را نتوانم به آسانی بگم، دل به دریازنی ممکن بود یه همچین مسئولیتی در اون جریانات قبول بکنه، معرض. و این رقم و عدد از همون روزنامه‌های تحت کنترل آخوندها هست. وقتی برای قانون اساسی ما شروع به تظاهرات کردیم، هفته اول 5,000 نفر بودیم، آخر همون ماه 150,000 نفر بودیم. و اگر خائنینی که بیطرفی ارتش را اعلان کردند و اکثرشون هم خیلی صحیح و سالم همون طرف های شما و این طرف های ما راه میرند، اگر اینها نبودند و این جریان ادامه پیدا میکرد، آخوند، گروه آخوند به طور کلی پشت میز مینشست و با دولتی که
اون نقاط ضعف شریف امامی ها و غیره را نداشت، می نشست به صحبت کردن. اون چرا که ملت ایران در مدت 25 سال خواسته بود و بهش ندادن، من شروع کردم و بهش دادم. دیگه این ایراد نیست. بنده هیچ قمارخانه را اداره نمی کردم که بعد بگم من بستم قمارخانه را. صریح و صدیق حرفی که 10 سال 15 سال 20 سال زده بودم باز تکرار کردم. و این عرض میکنم حضورتون که قدرت عظیمی که در یک آدم هست ایمان اون آدم. اگر شما ایمان داشتید به قول معروف کوه را بلند میکنید، ولی اگر ایمان نداشته باشید هیچ به درد نمیخوره این کار. امیدوارم که دوستان خارج از کشور ما اقلا حالا که در داخل نمیتوانیم با تلویزیون باشون صحبت بکنیم این را متوجه باشند که باز اگر من برگردم مسئله دموکراسی اولین کار و تنها راه نجات ملت ایرانه. به حساب آوردن ملت در اداره کردن ملت، این معنای دموکراسی و تحمل عقیده مخالف. های دکتر بختیار، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به من و تلویزیون ایرانی هم دادید. خیلی خیلی متشکرم که شما این فرصت را به بنده دادید که با هموطنان دور چند دقیقه صحبت کنید. خواهش می‌کنم. بله، امیدوارم که شما هم مانند من متوجه شده باشید که چه شانس بزرگ تاریخی را ملت ایران از دست داد. به جای انتخاب این سیاستمدار ملی و دموکرات که نظیرش را در تاریخ ما کم داشتیم، ملت ما به خمینی و این دو تن رو آورد. علی اکبر بهرمانی از روستایی در اطراف رفسنجان و سید علی خامنه‌ای از شهر مشهد که هر دو به جای تحصیل علوم سیاسی برای کشورداری فقط درس فقه خوانده بودند. خب از قرار این انتخاب تاریخ است که ما با آن بدهکار بودیم. در دوران سلطنت خانواده پهلوی اینها به اعتبار این مملکت رو بسازند این مقداری فضا، یه مقدار زیادی فضا رو تنگ کرده بودند. میگفتند بهتر است که ما فضا رو آزاد نذاریم که در اثر دموکراسی کامل مسائل عملی به بحث و فحص کشونده بشه و زمان رو گم کنیم. و اما عواملی که در سرنوشت ما، سرنوشت ملت ایران مؤثر بوده بسیارند. سرنوشت ما را بر سر ما ننوشتند، بلکه خود ما در آن نقش مهمی داریم. نکته با اهمیت نقش اشخاص و افراد مختلف در فرم گیری سرنوشت ماست. در روزهای بحرانی قبل از انقلاب که متاسفانه یک اتاق فکر در حکومت وجود نداشت، که البته این نقص را هم باید به پای پادشاه نوشت، زیرا هیچ گروهی را در آن روزها متحد بر نمی‌تافت، در چنین موقعیتی بودند اشخاصی که قدم به پیش می‌گذاشتند و با دید ناقص خودشان سعی می‌کردند که کمک کنند. از اینجا بود که حکومت به سراشیبی افتاد. آقای سید حسین نصر به همراه آقای رضا قطبی شاه را مجبور کردند که بگوید صدای انقلاب را شنیده است، یعنی آشوبی که خمینی به راه انداخته بود را قبول دارد. در اصل این یعنی پایان سلطنت در ایران. این یکی از بزرگترین اشتباهات رژیم گذشته بود که باید به حساب آقای رضا قطبی و حسین نصر نوشت. با لغت دیگر این افراد در سرنوشت سیاهی که من و شما امروز پیدا کردیم هم سهم داشتند. امروز من و شما به مرحله رسیدیم که چراغی در دست به دنبال کوتاهی ها و اشتباهات گذشته هستیم تو از آن پند بگیریم. چه کسانی این سرنوشت را برای ما رقم زدند؟ فقط شاه نبود، سفیر آمریکا و انگلیس در رأس آن بودند. آقای اسحاری و قره‌باغی هم کم گناهکار نیستند. خانم فرح که نایب السلطنه بود چرا در ایران نماند تا از فروپاشی ارتش پیشگیری کند؟ متاسفانه امروز هم کمتر کسی خود را
مسئول این نابسامانی می داند، در حالی که با چشم باز می توان دید که چه غفلت هایی عامل این نابسامانی و کوچ بزرگ ایرانیان شده است. وقتی هم یه تیاره سقوط میکنه متخصصین میشینن یاد سقوط چه بررسی میکنن تیاره بعدی سقوط نکنه. یه مملکتی سقوط کرده، بنده من از یه آویاتور تیاره من رجوع این تیاره که میروندم فکر کنم. در اینجا بهتر است برای مرور مسائل آن زمان ایران یک بار دیگر بنشینیم پای صحبت دکتر امیراسلان افشار، رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی، و به شهر نیست میرویم در جنوب فرانسه. این اولین سفیر ایران بود در دربار ناپلئون از اجداد بنده است. هواپیما از استانبول گشت به تهران، دیدم که این میکنن میندازن دور، من اینو برای خودم برام. آقای افشار، موقعی که شما در وزارت دربار مسئولیت تشریفات رو داشتید، ما میدونیم که یک روزی شاه فقید اعلامیه رو خوند که نطق معروفی به نام من صدای انقلاب رو شنیدم در اون گنجانده شده بود. در اون رابطه شما حتما در تشریفات اطلاعاتی داشتید. بله. چگونه اون نطق رو شاه نوشت و بعد خوند؟ این رو لطفا توضیح بدید. این بله اتفاقا منده اطلاعات خیلی کاملی هم تریف مفرد برد. برای اینکه همونطوری که خدمتتون عرض کردم، روزی که ازهاری آمد و شریف امامی رفت و بلافاصله روز بعد اظهاری به عنوان نخست وزیر آمد، وقتی که وزیر دولت معرفی کرد رفت، اعلیحضرت فرمود که قراره که یه نطقی حاضر بشه که بیارن اینجا، سر رادیو تلویزیون شما بگید خبر کنن که بیاد. منم به یزدان پناه که مسئول اطلاعات بود گفتم، اونم اطلاع داد که در ساعت یک بعد از ظهر باشن که نطق اعلیحضرت رو برپر کنن و بعدم در ساعت دو بعد از ظهر در تلویزیون، در رادیو تلویزیون نشون بده. بعد خب این گذشت، ساعت تقریبا شد نزدیک ساعت یک و از نطق خبری نبود. علیزاده فرمودن این نطق کجاست که من صحبت بکنم؟ همینطوری فرمودن من آخه باید این نطق رو قبلا یه دفعه بخونم که در موقع خوندن دیگه توپخ نزنم، و این کجاست این نطق؟ من تحقیق کردم و بعد گفتن نطق حضور اولیا حضرته. علیزاده فرمودن مگه اولیا حضرت میخوان نطق بکنن؟ عرض کردم خیر. گفت پس چرا نطق بردن اونجا؟ نوتو بگید بیارن اینجا. این جریانی که هست، بنده مثل که دیروز بود همش یادم هسته. بعد نوتو آوردن تو زور علیحضرت و علیحضرت هم این نوتو خوندن و بعد تشریف آوردن تو اتاق بنده. من پشت میز نشسته بودم. با نوتو آمدن اونجا من بلند شدم از پشت میز بودم بیرون، فهمیدن نه خیلی بشین همینجا بشین، و مثل یک ارباب رجوع ایشون نشستن جلوی میز بنده. در اون ور آقای اصلانی همکار بنده که در تشریفات بود و خانوم که در چیز هستن، در لندن هستن، انصاری. بله. خانوم سودی انصاری. بله. منشی. بله. ایشون هم بودن که تایید بکنن. بله. آقای اصلانی هم یادداشت بکنن. این طرف هم آقای دکتر حسین نصر و آقای قطبی نشسته بودن. بله. آقای رضا قطبی. رضا قطبی نشسته بودن. علازد این نطق رو خوندن، به یعنی نگاه کردن اینا. بعد این نطق رو انداختن جلو من رو میز، نگاه کردن به این دوتا آقایون و گفتن که من نباید این حرفا رو بزنم، من نباید این حرفا رو بزنم، چی من بگم؟ بعد هر دو آقای قطبی و آقای سیدن گفتن که علازت الان وضعی طوری هستش که علازت خودتون باید در ردیف ملت بذارید و ملت چیزی که میخواد اونجوری بفرمایید اینا، و اگر که موافقت میفرمایید نطق به همین طور باشه. خلاصه چون وقت نبود دیگه، این نطق هم بایستی که زود علازت دوباره وقتی که اینو مطالعه کردم بعدم بخونن و این ضبط بشه و بره به چیز، به ساعت دو نمیرسید. حالا چه عجله‌ای بود که حالا اون روز برسه من نمیدونم، و این مجبور شدن این نطق رو به همین ترتیبی که ملاحظه میفرمایید علازت خوندن. بعد آقای قطبی و آقای حسین نصر وقتی که رفتن و این نوتو در حال قبولوندن به علازت که علازت بخونن، و علازت هم با کمالی بیمیلی
البته قبول کردن که بخونن، ما منتظر شدیم تا این پخش شد از رادیو، از تلویزیون و از رادیو. من خودم بعدم فضولی کردم، تلفن کردم به سفیر آمریکا و گفتم که شما این نطق خوندید یا نه، این نطق شنیدید یا نه. گفت من شنیدم ولی خب چون فارسی نمیدونم اینو دارن ترجمه میکنن برای من که من ببینم چی هستش، ولی فقط میتونم به شما بگم که آقای لاچینی به من تلفن کردن، گفتن این نطق خیلی نطق خوبی بود. و خب البته من میدونم چون آقای لاچینی اینا همشون جزء جبهه ملی و اینا بودن، مطابق میل اونا بود البته اینا، ولی این نطق من خیلی خوشحال هستم که تونستم بگم کی این نطق رو نوشت. برای اینکه همه میگفتن که این نطق رو آقای امینی نوشته، آقای شریف مومی نوشته، آقای شجاع‌الدین شفا نوشته، اینا درسته. من آقا اینا هیچ کدوم از اینا در این کار اصلا دخالت نداشتن، این نطق رو فقط و فقط آقای حسین نصر و آقای قطبی نوشتن هر دوتش، و اینو خواستم فقط خدمتتون عرض کنم. مورد نظر شهبانو هم بود البته دیگه. البته می‌دونید رادیو تلویزیون که متأسفانه خدمتتون عرض بکنم، بنده خیلی هم نه دشمنی دارم نه دوستی هم دارم با آقای رضا قطبی، ولی بالاخره در یک جایی هستش که آدم میتونه کریتیک آدم بدون شک بگه. بله. آقا چطور ممکن هستش که رادیو تلویزیون ایران اصلا از هیچ واقعی حسابی که در ایران میفته خبر نده و فقط اخباری رو بده که مردم رو ناراحت بکنه یا اینکه به ضرر دولت باشه؟ من در مکزیک هم بودم آخرتر، من در مکزیک بودم، من اونجا خوب مطالعاتی داشتم. پادشاه مکزیک ماکسیمیلیان برادر پادشاه اتریش فرانسوا جوزف بود و این پادشاه مکزیک بود و بعدم اونجا باز آمریکایی‌ها یه اتفاق کارایی کردن و خواستن دموکراسی به وجود بیارن و بالاخره پادشاه رو زندانی کردن و بالاخره پادشاه رو اعدام کردن. و من اینی که در اونجا دیدم، دیدم که خب این جزء اطلاعاتی است که من به دست آوردم. آقا یه دفعه در تهران شب نشسته بودم، حالا چه روزی؟ 14 بود یا 24 خرداد بودش که خمینی اینا در قم شروع کرده بودن در دفعه اول. در دفعه اول که بله 14 خرداد بود. خرداد بود اینا. شب 14 خرداد فیلم اینو در تلویزیون تهران نشون دادن. و بعد فیلمی که در تلویزیون تهران نشون دادن، من با زنم تماشا میکردم، من گفتم امیدوارم که اون قسمت آخرش که پادشاه رو تیربارون میکنن اونو نشون ندن اقلا. اونم نشون دادن. بله معروفه. روز بعد من به علاوه دادم بابا دیشب فیلم ملاحظه فرمودید آخه. بله. فرمودن که بله شدیدم به آموزگار بگی، آموزگار بود نخست وزیر و این. بعد وقتی یه پیاده میرفتم با علاوه بالا به کاخ بالا، همین بالا حضرت شاهزاده رضا پهلوی از اتاق از قصر خودشون کاخ خودشون کوچولو پریدن بیرون، گفتن پاپا شما دیدید دیشب چه فیلمی رو نشون میدادن؟ خب بله به اون پسر دایید بگو که این فیلم ها رو نشون میدن. ولی خب متاسفانه این اشتباهات رو کردن دیگه. یک سیاست مطلق وجود نداشت در کشور که همه چیز رو در مسیری بکشونه که شلوغ شده بود دیگه. خب برای اینکه خب تصمیم گیری ها شخصی بود دیگه، فقط از طریق شاه فقیر بود و متاسفانه البته این کتاب چیز ها اگر شما بخونید، متروخین رو بخونید ما که خدمتون عرض کردم تمام این سازمان ها همه اینا رو همه رو نوشته و تمام نزدیکی که این آقایون دانشجویان در داشتن در پاریس بله و پاریس شده که بودن، همه اینا رو تمام دونه دونه نوشته که اینا بودن و چه حتی که من نمیتونم باور بکنم نشود چه حتی چیز سرپرست این دانشجویان که آقای جهانگیر تفضلی بودش، اونم آدم ما بود، یعنی آدم کیجیبی بود. اون واضح فرمایید خیلی جالبه، خیلی جالبه. این کتاب اگر بخونید آدم اقلا با آدم نمیتونه باور بکنه، ولی بعد چون که صحه دولت انگلیس داره که به تأیید اینه که این کتاب تمام چیزا مدارک صحیحه، آدم کم کم باور. اینطور شما متوجه میشید که از نظر اطلاعاتی چقدر سازمان امنیت سابق ضعیف بوده. والا سازمان امنیت سابق رقیب بنده همونی که خدمتتون عرض کردم دیگه، ولی سازمان امنیت سابق والا من اونایی که بنده میدونم که بیشتر فکرشون در این بوده که مردم چجوری زندگی میکنن و کی چی میگه، صحبت های حتی در سفارت خونه ها که ما بودیم فقط میپاییدن که چه اتفاقاتی در سفارت میفته، ولی آیا گزارشات حسابی فلا ملاحظه فرمایید. این آقای رفیزاده که الان کتاب نوشته آقای رفیزاده، آقای ایشون پول بگیره همه دستگاه ها بودن، ایشون نماینده با FBI کار میکرد با CIA کار میکرد،
خب من 4 سال با آقای رفیع‌زاده بودم در اونجا. آقای رفیع‌زاده در واشنگتن نبود و در نیویورک بود. چه بازی های اینا سر ما در می آوردن باور بفرمایید. ولی خب البته من هیچ وقت با ایشون همکاری نداشتم و نتونستم کاری بکنم. ولی خب ملاحظه می‌فرمایید که تو این کتابش هم هر چی نوشته همه آقای رفیع‌زاده نیست که من رفتم توی اتاق دیدم علاحضرت و آقا اصلا چجوری رفتی تو اتاق علاحضرت شما در چیز در هتل والدورف تاور. گارد هستشون. خلاصه بنده اگه بخوام برازی به آقای رفیع‌زاده بگم خب نمیخوام بگم چون ایشون میشناسم ایشون من میشناسم. ولی خب این اشتباهات متاسفانه در زمان سفارت شما بود در واشنگتن درسته؟ بله. اون موقع آقای رفیع‌زاده بود. آقای افشار من آخرین سوال خودم مطرح بکنم. چندی پیش دیداری داشتم با تیمسار جم در لندن و از ایشون سوال کردم در ارتباط با اینکه قرار بود به ایران بازگردند و یاری بدن به حکومت قبل از براندازی به هر شما برسونم و قرار بود که یاری بدن به حکومت در اون روزها و ایشون توضیح دادن که به این ترتیب که مدتی بود که از دربار به من زنگ می زدن و می خواستن که من به ایران برگردم و نزد اعلیحضرت برم. من قبول نمی کردم. یه مدتی طول کشید و بعد تصمیم گرفتم که این کار رو بکنم. پرواز کردم و رفتم تهران و اینطوری که ایشون توضیح دادن ضبط ویدیوش هست گفتن روز بعد من تقاضای شرفیابی کردم و رفتم نزد اعلیحضرت. و این مدت خیلی کوتاهی قبل از خروج شاه بوده در ایران. درسته؟ و ایشون اینطور که در مصاحبه به من اظهار داشتن گفتن که من به شاه فقید عرض کردم که من میدونم نباید از شما سوال بکنم ولی اجازه بدید که من سوال بکنم که چگونه شده و چه اتفاقی افتاده که پس از 20 سال شما عقب من فرستادید و خواستید که من خدمتتون برسم و ایشون گفتن که من عقب شما نفرستادم بلکه آقای بختیار شما رو خواستن در حالی که ما میبینیم این واقعه روزی رخ میده آقای افشار که چند روز قبل از مسافرت شاه به خارجه و همه حس میکردن اگر این وقایع رو از دهن آقای تیمسار جم نشنیده بودن که شاه از همه یاری میخواست و احیانا هر کسی که میرسید میگفت چرا آستین خود رو بالا نمیزنی و یاری نمیدی و نجات نمیدی مملکت رو. سوال من از شما که در اون روزها رئیس تشریفات دربار ایران بودید اینه که واقعا خلقیات شاه در اون روزها چگونه بود؟ چگونه شد که به یه شخصی مثل تیمسار جم که نسبت فامیلی هم با دربار داشت و شناختی هم از گذشته داشتن ازشون، من میدونم شاید زیاد خوششون نمیومد در گذشته ولی به هر حال نیروی بود که ملت هم روش حساب میکرد، جبهه ملی روش حساب میکرد و در اون روزها شاه خودش مقداری اینترست داشت که نیروهای مختلف رو نزدیک کنه. چطور بود که شاه از تیمسار جم نخواست که آستینتو بالا بزن و بیا یاری بده کمک بکن که این کشور نجات پیدا کنه؟ والا این یک معمای سلبته برای بنده. اونی که فرمودی در دربار تلفن میکردن، اون کسی که دربار تلفن میکرد بنده بودم، برای اینکه آقای بختیارم به من گفت که شما که با جم قومکشی هم دارید خوبه که خواهش کنید که بیا تلفن بگیرم و خب خانم جم دختر عمولی خانم بنده است. بعد من تلفن کردم گفت نمیام. دو سه دفعه گفتم فریدون خواهش میکنم که دیگه اگر الان نیایید هر اتفاقی که بیفته بعدا گردن شما میزن، میگن که شما کوتاهی کردید، این همه بالاخره شما هر چه باشه سابقه خدمت کردید. خلاصه ایشون قبول کردن که بیان و صبح ساعت 7 با هواپیما وارد تهران شدن و بنده و خانومم رفتیم از فرودگاه ایشون آوردیم و همون روزم اتفاقا ظهر ایشون رو بردن رفتن حضور اعلیحضرت و وقتی که برگشت بیرون از اتاق دیدم آقای جم چشماش اشک‌آلوده و خیلی خب علاقات خیلی دوست داشته جم و آمده بود بیرون و با هم یه صحبت که کردیم درست همین مطالبه که حضرت عالی فرمودید ایشون هم به من گفتن اعلیحضرت امری که فرمودید ایشون هم آقای بختیار هم میخواد من وزیر جنگ باشم. آخه در این وضع فعلی وزیر جنگ کاری نیست، وزیر جنگ فقط ترفیعات رو میتونه بیاره و تو رو علازد یا گزارشاتی راجع به ارتش و ساختمان های ارتش بده.
این موقع باید یه نفر باشه که رئیس ستاد باشه، رئیس ستاد کو و بتونه دستوراتی بده و بتونه کنترل رو تمام ارتش داشته باشه. بعد ارزاد فرمودن و حالا تصمیم اینجوری، همینطوری تصمیم اینجوری گرفته شده قرباقیش. بعد آیت هم بودن پس ببون اگه این تصمیم اینجوری گرفته شده پس چرا شاکر احضار فرمودید؟ بعد ارزاد گفتن من شما رو احضار نکردم، بختیار شما رو خواست بیادید با اومدید. و بعد هم دیگه جمع رفت، وقتی هم که بعد رفت و دیگه صحبتی هم ازش نشد و پیشنهادایی هم کرده بود و حضرت و به قضی ناراحت شد که دیگه مثلا در همونجا البته در انگلستان دیگه موند و دیگه فقط جمع میدونید جمع عاشق ارتش بود. اصلا اطلاعات جمع درجه یکه، جمع فوق‌العاده فرانسه‌اش عالیه، جمع انگلیسیش درجه یک و جمع در مدت 4 سال که سفیر بود در اسپانیا اسپانیولی صحبت میکرد و کتاب به زبان اسپانیولی مینوشت. و یه دفعه موقعی که من در آمریکا بودم به من کاغذ نوشتش که اصلا من الان آخه میدونی مدتی دیگه خب از ارتش اومده بود بیرون و رفته بود سیویل شده بود و سفیر شده بود و گفتش که تو نمیدونی من بزرگترین و خوشبخت‌ترین روز من 3-4 روز پیش بود که من رفتم استوارنامه‌مو بدم به یه ژنرال که اونم با اونیفورم مثل فرانکو. خیلی خوشحال بود که بازم با یک ژنرال بازم با یه ارتشی سر کار داره پایین. عاشق ارتش بود ولی البته همیشه میگفت که در رئیس ستاد بودنم برای من بسیار مشکل بود در اون موقع، برای اینکه ستاد همه خودشون مستقیما به اعلی حضرت نزدیک میشدن، گزارشاشون رو خودشون مستقیم میدادن، بعضی وقتا ایرادی هم که ما بعضی وقتا میگرفتیم میگفتن نه مطلب به عرض رسیده بنفید. در حال میدونید با وجود این در این موقع سخت حاضر بود که بیاد این خدمت رو انجام بده ولی به چه دلیل آقای قرباقی آمدن در این کار بنده؟ من از کلم آخرین سوال خودم بیشتر احساساتی است از شما که مستر کارهای بسیار با اهمیتی در کشور بودید، سفیر ایران در کشورهای مختلف بودید و این 1.5 سال آخر رژیم گذشتم در دربار شاهنشاهی تشریفات رو حفظ میکردید، چگونه شد که از یک چنین نیروهای از در ایران استفاده نشد؟ کسانی که وطن پرست بودن، کسانی که عشق به کشور داشتن، برای مثال خود جم امثالیشون زیاد بودند، در نیروهای سیاسی هم بودن. نظر شما رو میخوام بدونم واقعا چطور شد که از این نیروها استفاده نشد؟ بله خب مراضی بفهمید که فقط میشنم در چند کلمه خدمت رو از کنم که موانعی که برای اینا ایجاد میکردن که نتونن بیان ازشون استفاده بشه. بالاخره کسانی بودن که افراد خودشون رو نزدیک میکردن به اعلی حضرت، افرادی بودن که مانع میشدن کسانی دیگه نزدیک بشن، همونطور که عرض کردم خدمتون تمام اونایی که سابقا در سیاست بودن شاید مملکت هم نجات میدادن در مواقع بسیار سخت، حالا از قوام سلطنه گرفته یا از فرض بفرمایید از ساید گرفته با نفت نمیدونم موضوع نفت، این همه اینا به یک نحوی از آنها بالاخره خدمت میکردن، مانع از این شدن که اینها حقیقتا نزدیک بشن برای خاطری که خودشون در نزد اعلی حضرت مقرب باشن. و من تصور میکنم که اعلی حضرت میبایستی که البته تشریفات بنده از خودم چیزی صحبت نمیکنم ولی فقط 1.5 سال اونجا بودم، ولی من اگر که شاید 2-3 سال زودتر میامدم بیشتر میتونستم شاید خدمت بکنم. در همین 1.5 سال گذشته که بنده بودم خب یک کاره خیلی بزرگی هم انجام شد، برای خاطری که اعلی حضرت 22 تا آجودان داشتن. بعد یه روز به علاوه تاس کردم که یه چیزی پیش اومد که علازت فرمودن که برای یه خانومی بودش که در دربار کار میکرد، علازت فرمودن که برای این خانوم یک فرمان بنویسید که امضا بکنم. عرض کردم خب فرمان چی؟ فرمودن فرمان آجودانی. عرض کردم علازت آخه سابقه ای نداره که یه خانومی آجودان علازت باشه، اگر هستن این خانوما در یک کشور مثل هلند که ملکه هلند هست. با ما باشید تا در طی هفته های آینده نیز به عواقب این دگرگونی تاریخی که عامل کوچ میلیون ها ایرانی گردیده است بپردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.